حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین سفر خارجی خود پس از اجرایی شدن برجام در سفر به روم و در دیدار با همتای ایتالیایی خود گفت دو کشور در سالهای گذشته به دلیل تحریم‌های ناعادلانه و نادرست نتوانستند از فرصت‌ها و ظرفیت‌های متقابل به خوبی استفاده کنند و اکنون زمان جبران است. به اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران برای ورود سرمایه و فناوری‌های جدید و در نهایت همکاری برای تولید و صدور محصولات مشترک آمادگی دارد. آقای روحانی تصریح کرد دو کشور مصمم هستند سطح همکاری‌های خود را در همه حوزه‌ها افزایش دهند. رئیس جمهوری ایران روابط ایران و ایتالیا را بسیار دیرینه خواند و افزود ایتالیا در دوره نخستین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود و مطمئن هستیم که در فصل جدید نیز همکاری های دو کشور گسترش بیشتری خواهد یافت. آقای روحانی همچنین تصریح کرد ایران و ایتالیا همانطور که در دوره‌ای برای صلح و ثبات در افغانستان همکاری مشترکی داشتند، اکنون نیز این همکاری‌ها را برای صلح و ثبات منطقه ادامه خواهند داد. وی تصریح کرد توافق هسته‌ای نشان داد که دیپلماسی بهترین راه برای حل و فصل مسائل و صلح پایدار است و حال چرا برجام نتواند به عنوان الگویی برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و به ویژه مشکلات خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود. ما باید از طریق سیاسی مسائل منطقه را حل و فصل کنیم. در این نشست پس از امضای 14 سند همکاری، ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا نیز گفت قراردادهای تجاری که امروز امضا شد تنها آغاز دور تازه روابط دو کشور است. ارزش قراردادهای تجاری امضا شده در جریان سفر دو روزه حسن روحانی به ایتالیا معادل 18 میلیارد و 400 میلیون دلار است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز همچنین با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در واتیکان صورت گرفت. آقای روحانی همچنین با نخست وزیر واتیکان نیز دیدار کرد. دیدار امروز با پاپ نخستین دیدار رئیس جمهوری ایران با رهبر مذهبی کاتولیک ها پس از 16 سال است. پیش از این سید محمد خاتمی در اولین دوره ریاست جمهوری خود با پاپ ژان‌پل دوم دیدار کرده بود. آقای روحانی در ادامه سفر خود قرار است روز چهارشنبه هفتم بهمن ماه به فرانسه برود. ایران قراردادهایی برای احداث یک خط لوله 2000 کیلومتری توسط شرکت نفتی سایپام ایتالیا و همچنین با شرکت فولاد دانیلی ایتالیا یک شرکت مشترک فولاد امضا کرده است. انتظار می‌رود در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه نیز قراردادهای بزرگ تجاری با هواپیمایی ایرباس و شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو منعقد شود. همزمان با سفر آقای روحانی به روم، برخی کارشناسان غربی با اشاره به موانع بوروکراتیک، مشکلات بانکی و اعتبار نازل ایران در بازارهای جهانی نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشور هشدار دادند. منابع خبری در ایران از جمله وبسایت تابناک، صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای شرکت در مجلس خبرگان را تایید شده، اما صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را رد شده اعلام کردند. خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که رد یا تایید صلاحیت حسن خمینی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. یک منبع نزدیک به خانواده خمینی به ایرنا در این مورد گفت آنچه که تاکنون منتشر شده فقط گمان زنی های رسانه‌ای بوده است و هیچ کدام مورد تایید ما نیست. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران صبح روز سه‌شنبه ششم بهمن خبر داد که شورای نگهبان شامگاه دوشنبه نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به وزارت کشور ارسال کرده است و بر این اساس 37 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان تهران تایید صلاحیت شدند. این در حالی است که بر اساس فهرست نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری که پیش از این در رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس منتشر شده است، حداقل 120 نفر از استان تهران در انتخابات این مجلس ثبت نام کرده بودند.
با احتساب این آمار صلاحیت حداقل 75% از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان تهران رد شده است. وزارت کشور و شورای نگهبان هنوز به صورت رسمی نام افراد رد صلاحیت یا تایید صلاحیت شده را منتشر نکردند. با این حال وبسایت تابناک ضمن انتشار نام تعدادی از نامزدهای تایید صلاحیت و رد صلاحیت شده اعلام کرد که حسن خمینی، محمد موسوی بجنوردی، پدرزن حسن خمینی و از شاگردان آیت الله خمینی، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری و مرتضی آقا تهرانی، دبیر کل جبهه پایداری از جمله افراد رد صلاحیت شده هستند. احمد خمینی پسر حسن خمینی نیز با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که شامگاه دوشنبه دیگر قطعی شده که شورای نگهبان صلاحیت علمی پدرش را احراز نکرده است. حسن خمینی در آزمون مجلس خبرگان رهبری شرکت نکرده بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران پیشتر در روز یک شنبه در خبری اعلام کرده بود که صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد و صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی تایید شده است. این خبر اما دقایقی پس از انتشار از این خبرگزاری حذف شد و ساعتی پس از آن نیز روابط عمومی شورای نگهبان از رسانه ها خواست که از انتشار گمان زنی و شایعات درباره روند انتخابات پرهیز کنند. انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان در هفتم اسفند ماه سال جاری 1394 در سراسر ایران برگزار می شود. پیش از این فراکسیون روحانیت مجلس ایران سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در انتقاد از رد صلاحیت‌ها را موجب تأسف و تأثر خواند و در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران به آقای روحانی تذکر داده که به سوگند خود پایبند باشد و از مواضع جناحی پرهیز کند. حسن روحانی روز اول بهمن در واکنش به رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس که به گفته او جمعیت هواداران آنها به 10 میلیون نفر هم میرسد، گفته بود که مجلس خانه ملت است، نه یک جناح. این سخنان واکنش شدید حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، تعدادی از امامان جمعه از جمله در تهران، مشهد و اصفهان و نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس را به دنبال داشت. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در بیانیه‌ای به مسئولین هشدار داده بود که اظهارات التهاب‌آور و تردیدافکن که منجر به تضعیف شورای نگهبان شود، گناهی نابخشودنی است. همزمان محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که این گروه قصد دارد به رئیس جمهوری تذکری رسمی بدهد. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه 5 بهمن از برگزاری جلسه‌ای با حضور نماینده‌ای از این وزارتخانه با شورای نگهبان برای پیگیری درخواست تجدید نظرها خبر داد. در همین حال ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران ضمن حمایت از گفته‌های حسن روحانی گفت تنها راه مقابله ی آقای روحانی با سیاست‌های خلاف قانون شورای نگهبان خودداری از برگزاری انتخابات است. همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر از رد صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات پیشرو در ایران انتقاد کرده و در بیانیه ای نوشته است وجود نواقص جدی در پروسه انتخابات حقوق ایرانیان برای نامزد شدن در انتخابات را محدود کرده و به چشم‌انداز برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مجلس آسیب می‌رساند. این سازمان اعلام کرده است مقامات ایران بر پایه معیارهای تبعیض‌آمیز و خودسرانه اکثر نامزدهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کردند.
سارا لیویتسون مدیر امور خاورمیانه سازمان درباره انتخابات پیش روی ایران گفت نامزدهای انتخاباتی نه تنها بر اساس قوانینی که از پایه پر از نقص است رد صلاحیت می شوند، بلکه برخی از مقامات کشور ورای اختیارات قانونی خود به طور خودسرانه عمل می کنند تا آنجا که حقیقتاً هیچ نامزد متفاوتی باقی نمی ماند که مردم بتوانند به آنها رأی دهند. در حالی که قرار بود دیروز دوشنبه 25 ژانویه بر طبق اعلام قبلی نشست مخالفان سوری در ژنو برگزار بشه، اما این نشست به تعویق افتاده. خب البته انتظار این موضوع هم با توجه به اختلاف نظر شرکت کنندگان در این مذاکرات میرفت، اما همین دیروز استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه اعلام کرده که گفتگوهای صلح سوریه از روز جمعه آینده آغاز میشه و برای یک دوره 6 ماهه ادامه پیدا خواهد کرد. او دلیل تعویق این مذاکرات رو اختلاف نظر در مورد تعیین گروه‌های شرکت کننده در مذاکرات دانسته. در این حال آقای دی میستورا وعده داده که از امروز سه‌شنبه کارت‌های دعوتی برای گروه‌هایی که قرار هست در این مذاکرات حضور داشته باشند فرستاده میشه. البته آقای دی میستورا اشاره‌ای به نام گروه‌هایی که برای اونها دعوتنامه در نظر گرفته شده نکرده. این در حالی است که همین روز گذشته یکی از اعضای کمیته عالی مذاکرات، کمیته متشکل از مخالفین سوری که مورد حمایت عربستان، ترکیه و امریکا هست، اعلام کرده که روز سه‌شنبه در این باره یک جلسه مهم در ریاض پایتخت عربستان خواهند داشت. گویا قرار هست در این جلسه مخالفین سوری آخرین شرایط حضور در نشست ژنو رو مورد بررسی قرار بدن. پیشتر کمیته عالی مذاکرات دو پیش شرط عمده برای حضور در نشست ژنو مطرح کرده بود. یکی اینکه پیش از آغاز گفتگوها رژیم اسد باید بمباران مواضع مخالفان سوری و مناطق مسکونی رو متوقف بکنه، همینطور اونها شدیداً مخالف حضور نیروهای کرد سوری در مذاکرات بودن و مخالف افزوده شدن نام کردها به لیست کمیته عالی مذاکرات. به نظر میرسه جلسه امروز مخالفان سوری هم پیرامون همین دو موضوع باشه، چرا که اونها از سوی امریکا تحت فشار هستن که به این مذاکرات وارد بشن. در این رابطه فؤاد علیکو از اعضای ارشد ائتلاف مخالفان سوری گفته که جان کری وزیر خارجه امریکا در دیدار روز شنبه به اونها هشدار داده که اگر مخالفین سوری تصمیم بگیرن که در نشست ژنو شرکت نکنن، قطعا دوستان خودشون رو از دست خواهند داد، که در واقع اشاره به امریکا و برخی کشورهای غربی است که کمک مالی و تسلیحاتی در اختیار مخالفین میانه‌رو سوری قرار میدن. حالا باید دید در پایان نشست امروز کمیته عالی مذاکرات نهایتا اونها چه تصمیمی خواهند گرفت. هرچند مخالفین سوری مدعی هستند که رژیم اسد و برخی کشورها همچون روسیه موانع جدی رو بر سر مذاکرات صلح سوریه ایجاد کردن. اما از آن سو هم بشار اسد همین اتهامات رو متقابلا متوجه گروه‌های مخالف سوری و کشورهای غربی میکنه. بشار اسد در دمشق با رحمانی فضلی وزیر کشور ایران دیدار کرده. او با آقای رحمانی فضلی گفته که برخی کشورها با حمایت از تروریسم در روند صلح سوریه کارشکنی میکنن. دولت اسد و همینطور ایران میدونیم بسیاری از گروه‌های مخالف سوری رو همردیف گروه‌های تروریستی دسته‌بندی میکنن. اما در این سو در ترکیه هم باید گفت که به هر حال همچنان مقامات این کشور نگران حضور کردها در مذاکرات صلح هستند. روز گذشته بار دیگه هم آقای اردوغان رئیس جمهور و هم وزیر خارجه این کشور پیده حزب کردی اتحاد دموکراتیک سوریه و شاخه نظامی اون یپگه رو یک گروه تروریستی نامیدن. حتی خبرهایی تایید نشده حکایت از این داره که اگر کردها در کنفرانس ژنو حضور داشته باشن، ممکنه که ترکیه این کنفرانس و کنفرانس های مشابه رو بایکوت بکنه، که البته در گزارش های پیش رو بیشتر به این موضوع اشاره خواهم کرد.
سازمان عفو بین الملل از اینکه ده ها نوجوان در ایران در انتظار اعدام به سر میبرند ابراز نگرانی کرد. سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصلی که روز دوشنبه 5 بهمن منتشر کرده نوشته است که در فاصله سالهای 2005 تا 2015 حداقل 73 نفر که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند در ایران اعدام شدند و ده ها نفر در شرایط مشابه منتظر اعدام هستند. عفو بین الملل نام و محل 49 نفر از مجرمان نوجوانی که با حکم اعدام روبرو هستند را جمع‌آوری کرده و می‌گوید که رقم واقعی احتمالاً بالاتر است. سازمان ملل در سال 2014 شمار مجرمانی که به خاطر جرایم مرتکب شده زیر 18 سالگی در ایران با اعدام روبرو هستند را بیش از 160 نفر اعلام کرده بود. از 73 نفری که عفو بین الملل می گوید از 2005 تا 2015 به علت ارتکاب جرم زیر 18 سالگی اعدام شدند، اکثر آنها متهم به قتل بودند. سایرین به خاطر جرایمی مثل تجاوز، جرایم مواد مخدر یا امنیت ملی مثل محاربه اعدام شدند. ایران یکی از بزرگترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش تازه عفو بین الملل در سال 2014 بعد از چین در جایگاه دوم قرار گرفت. عفو بین الملل به رشته اصلاحات معرفی شده در سال 2013 اشاره کرد که به قضات آزادی عمل بیشتری در به حساب آوردن بلوغ ذهنی مجرمان نوجوان و اعمال مجازات‌های بالقوه خفیف‌تر می‌دهد. به علاوه اشاره شد که دیوان عالی ایران از آن زمان گفته است که امکان محاکمه مجدد مجرمان نوجوانی که با اعدام روبرو هستند وجود دارد. عفو بین الملل نوشته است علارغم بعضی اصلاحات جزایی در مورد افراد زیر 18 سال، ایران همچنان از باقی جهان عقب است و قوانینی را حفظ کرده که امکان صدور حکم اعدام برای دختران از سن 9 سالگی و پسران از سن 15 سالگی را فراهم می کند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی که اواخر ماه اکتبر منتشر کرد نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که سرانه اعدام در این کشور از هر کشور دیگری در دنیا بالاتر است. احمد شهید در گزارش خود گفته بود روند افزایش شمار اعدام‌ها از سال 2005 آغاز شده و در سال 2014 با 753 اعدام به اوج رسیده است. گزارش عفو بین الملل در حالی است که فردین حسینی یکی از اعضای اهل حق که 6 سال به اتهام ترور عباس علی سبایی گلپایگانی امام جمعه 8 گرد در زندان بود روز پنج شنبه اول بهمن ماه اعدام شد. سایت مشرق نیوز و خبرگزاری فارس نوشتند که فردین حسینی از مریدان جریان مکتب نورعلی اللهی بوده و در پرونده خود سابقه شرارت و قتل داشته است. سایت امنیتی مشرق نیوز در گزارش خود نورعلی اللهی را فرقه ای منحرف معرفی کرده که اهل حق نیز انحراف رهبر آن را قبول دارند و خبرگزاری فارس هم افزوده امام جمعه 8 گرد پیش از مرگش علیه فرقه های زاله و عرفان های پوشالی و کاذب روشنگری های فراوانی کرده بود. فارس در گزارش خود مکتب نورعلی اللهی را متهم به طراحی و سازماندهی طرح ترور امام جمعه سابق 8 گرد کرده و نوشته که این ترور به علت ترس این فرقه از روشنگری های وی صورت گرفت. فردین حسینی آنطور که خود در نامه‌ای که 16 خرداد ماه امسال منتشر کرد، مهر ماه سال 1388 از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در جریان بازجویی‌ها متهم به قتل و تجاوز شد. وی در نامه خود نوشته بود که در جریان بازجویی‌های خشن از سوی ماموران وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفته بود تا مسئولیت قتل امام جمعه 8 گرد را بپذیرد.
آقای حسینی در این نامه به تشریح فشارها، شکنجه علیه خود و خانواده‌اش پرداخته و از پرونده‌سازی‌های جدید وزارت اطلاعات علیه خود خبر داده بود. وی در این نامه همه اتهام‌های خود را رد کرده و خواستار رسیدگی به پرونده‌اش شده بود که سرانجام صبح روز پنجشنبه اول بهمن به دار آویخته شد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس روز دوشنبه پنجم بهمن به نقل از وزارت خارجه روسیه گزارش داد که توافق نامه تسهیل روادید میان ایران و روسیه از روز 18 بهمن ماه اجرایی می شود و به این ترتیب سفر به هر دو کشور برای شهروندان آنها به طور چشمگیری آسان‌تر خواهد شد. توافق نامه دولت‌های تهران و مسکو برای تسهیل فرایند صدور روادید اواخر ماه نوامبر 2015 با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران و ولادیمیر پوتین همتای روسیه او در تهران و در پی مذاکراتی فشرده امضا شده بود. آنطور که وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده، بر اساس این سند شرایط صدور ویزا برای تاجران، کنشگران عرصه علم و فرهنگ و فعالیت‌های هنری و نیز دانشجویان و اساتید و توریست‌های هر دو کشور آسان‌تر از پیش خواهد شد. وزارت خارجه روسیه میگوید این اقدام با هدف تقویت روابط دو کشور انجام می‌شود. این نخستین گام ملموس دولت تدبیر و امید در راستای تحقق وعده حسن روحانی مبنی بر بازگرداندن اعتبار از دست رفته گذرنامه ایرانی است. ایران در رده‌بندی اعتبار پاسپورت‌ها که با سنجش تعداد کشورهایی که دارندگان گذرنامه بدون ویزا می توانند به آنها سفر کنند انجام می شود، نزدیک به قعر جدول در جایگاه 86 در کنار کشورهایی نظیر آنگولا، جیبوتی و میانمار قرار گرفته است. سفارت ایران در روسیه هم روز دوشنبه از تلاش‌هایی در دومای روسیه برای لغو ویزا میان دو کشور خبر داده است. نیکولای لویچوف، معاون دومای روسیه، از جمله کسانی است که معتقدند برداشتن ویزا و تسهیل بی سابقه سفر به دو کشور اقدامی مثبت و تحول‌ساز خواهد بود که تقویت همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی را در پی خواهد داشت. اداره آمار روسیه به تازگی اعلام کرده که در 9 ماهه نخست سال 2015 تعداد سفرهای گردشگران ایرانی به روسیه 64% بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. طبق این آمار بیش از 42,000 گردشگر ایرانی از جمله 34,000 نفر با ویزای توریستی به روسیه سفر کردند. ایران حتی پیشتر اعلام کرده بود که آمادگی دارد تا به طور یک جانبه شرط دریافت ویزا را برای گردشگران روس لغو کند. از مهر سال 1394 مدت اقامت شهروندان روس با ویزایی که در فرودگاه دریافت می‌کردند هم به 30 روز افزایش یافت. مهدی صنایعی سفیر ایران در روسیه نیز به تازگی از آمادگی ایران برای لغو یک جانبه روادید برای حضور راحت‌تر گردشگران روس در ایران خبر داده بود. در تازه ترین مناظره میان نامزدهای اولیه حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری میلادی، هیلاری کلینتون از تجربیات خود به عنوان معیاری برای انتخابش سخن گفت، در حالی که رقیب اصلی او برنی سندرز با اشاره به جنگ عراق گفت تجربه مهم است، اما داوری درست هم مهم است. مناظره پنجم بهمن ماه توسط شبکه CNN در دانشگاه بریک برگزار شد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین، برنی سندرز، سناتور و مارتین اومالی، فرماندار مریلند، 3 نامزد اصلی حزب دموکرات در آن شرکت کردند. در هفته آینده فصل انتخابات درونی حزب با رأی‌گیری در آیووا آغاز می‌شود. هیلاری کلینتون می‌گوید رئیس جمهوری باید مبارزی باشد که کارش ثابت شده است. او با اشاره به تجربیات دوره کاریش از جمله سختگیری‌های او در مورد تهران و نیز افراط‌گری در خاورمیانه به عنوان مواردی یاد کرد که او را نامزد مناسبی برای ریاست جمهوری می‌کند. برنی سندرز نیز به رأی مثبت خانم کلینتون به حمله به عراق در سال 2002 اشاره کرده و آن را اشتباهی اساسی توصیف کرده که مهمترین پیامدهای سیاسی خارجی را در زمان معاصر بر جای گذاشته است.
او میگوید تجربه مهم است اما داوری درست هم مهم است. البته خانم کلینتون بار دیگر تاکید کرده است که رأی او به حمله به عراق در سنا اشتباه بوده است. هیلاری کلینتون در این حال میگوید انتخابش از سوی باراک اوباما به عنوان وزیر خارجه در دوره نخست ریاست جمهوری او نشان میدهد که او به داوری درست من اعتماد کرده و ما آن 4 سال را شانه به شانه هم کار کردیم. یک پناهجوی نوجوان به اتهام قتل یکی از کارکنان اردوگاه پناهجویان در سوئد بازداشت شده است. سخنگوی پلیس سوئد اعلام کرده یک مرد جوان پناهجو که در اردوگاه پناهجویان نوجوان در نزدیکی شهر گوتنبرگ در غرب سوئد سکونت داشت با کارد به یک زن 22 ساله حمله کرده و او را کشته است. این زن از کارکنان این مرکز بود. ضارب بازداشت شده اما انگیزه وی هنوز مشخص نیست. در اردوگاه محل وقوع قتل پناهجویان بین سنین 14 تا 17 ساله نگهداری می شوند اما منابع پلیس سن و ملیت ضارب را اعلام نکردند. در حالی که سوئد با موج پناهجویان مواجه است، سخنگوی پلیس گفته که اقدامات خشونت‌آمیز پناهجویان به صورت یک امر عادی درآمده و با ورود پناهجویان بیشتر از خارج، پلیس سوئد مجبور به رسیدگی به موارد روبه افزایشی از خشونت توسط پناهجویان بوده است. پیشتر رئیس پلیس سوئد از دولت خواستار افزودن 4100 مأمور و کارمند به نیروی پلیس شده بود تا این نیرو بتواند از عهده فشار ناشی از مقابله با تهدیدهای تروریستی و همچنین عملیات مرتبط با پناهجویان از جمله حفظ نظم، رسیدگی به شرایط اردوگاه‌ها و اقدامات اداری و عملیاتی جهت اخراج پناهجویان برآید. بنابراین گزارش نیروی پلیس با موارد متعدد خشونت و اختلال در مراکز پذیرش پناهجو مواجه است و در برخی موارد مقابله با این موارد به منابع و امکانات فراوانی نیاز دارد. به گفته رئیس پلیس سوئد شرایط امروز با وضعیت 6 ماه پیش تفاوت کرده و استفاده از منابع مالی و نیروی انسانی برای موارد مرتبط با پناهجویان باعث شده است که امکانات پلیس برای انجام سایر وظایف آن کافی نباشد. فروزان ستاره سینمای قبل از انقلاب ایران روز یک شنبه 4 بهمن ماه در ایران درگذشت. خانم فروزان هنگام مرگ 78 سال داشت. فروزان که نام اصلیش پروین خیربخش بود در سال 1316 در انزلی متولد شد. او بازیگری در سینما را در سال 1342 و با حضور در فیلم ساحل انتظار به کارگردانی سیامک یاسمی آغاز کرد. فروزان در سال 1344 در همکاری دیگری با سیامک یاسمی در یکی از مهمترین فیلم‌های کارنامه سینمایی خود یعنی گنج قارون حضور یافت و به یکی از مهمترین بازیگران زن سینمای آن دوران تبدیل شد. این بازیگر در طول دوران بازیگریش بیشتر در آثار تجاری آن سالها بازی کرد و همراه با فردین از ستارگان آثار موسوم به فیلم فارسی بود. با این حال در کارنامه فروزان چند فیلم متفاوت از بقیه نیز به چشم می‌خورد که حاصل همکاری او با کارگردانانی چون داریوش مهرجویی و علی حاتمی است. او در دهه 50 مسیر متفاوتی را در انتخاب‌هایش پیش گرفت و گزیده کارتر از دهه 40 به فعالیت پرداخت. فروزان در سال 1350 در فیلم بابا شمل ساخته علی حاتمی حضور یافت که حاصل این همکاری دریافت جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره سپاس بود. البته فروزان پیشتر در سال 1348 به خاطر فیلم تنگه اژدها ساخته سیامک یاسمی این جایزه را به خود اختصاص داده بود. از دیگر آثار قابل ذکر این بازیگر در دهه 50 میتوان به قلندر ساخته علی حاتمی، دشنه به کارگردانی فریدون گله و البته دایره مینا ساخته داریوش مهرجویی اشاره کرد. دایره مینا با بازی فروزان، سعید کنگرانی، عزت‌الله انتظامی و علی نصیریان در سال 1353 ساخته شد اما به خاطر مضمونش 4 سال توقیف بود. این فیلم که مهمترین اثر کارنامه این بازیگر است سرانجام در سال 1357 و برای مدت کوتاهی به اکران عمومی درآمد.